درود به شما براندازهای عزیز. جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای موج جدیدی از اعدام مخالفینش به بهانه‌های مختلفه. خامنه ای گردن چندین آزادیخواه ایرانی رو برای طناب‌های دارش انتخاب کرده و منتظر اذان صبح. اما زنان مبارز و شجاع کرد و شیرزنان بختیاری به دنبال نجات این آزادیخواهان از چنگال فرزند شیطان هستند. ماریا محمودی همسر محمد فرامرزی که مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بود و خامنه ای به بهانه ارتباط با اسرائیل در آرزوی اعدام کردنشه با برداشتن حجاب اجباری به صف زنان مبارز پیوست. من ماریا محمودی همسر محمد فرامرزی هستم. همسرم با اتهامات واهی از طرف رژیم ایران با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو است. از شما درخواست میکنم که برای جلوگیری و لغو این حکم از ما حمایت کنید. چون این حکم ناعادلانه بدون دادرسی منصفانه بدون حضور وکیل با نوبتی سازی قهری در بیخبری مطلق و با اعمال شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده است. حمایت شما برای لغو این جنایت مستقبار حمایت از آزادی کرامت انسان است. چون آزاد زندگی کردن حق هر انسانی است. جوانا تیمسی اما پیام تندتری داشت. جوانا با دیکتاتور خوندن خامنه ای خودش و همسرش رو یه آزادی خواه و مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرد. درود به همه آزادی خواهان و مردم مبارز ایران. من جوانا تیمسی، همسر محسن مظلوم، یکی از 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، از طریق این پیام ویدئویی از همه آزادی خواهان، نهادهای حقوق بشری، جامعه بین المللی و مردم ایران و افکار عمومی خواستارم و تقاضا دارم که تمام اقدامات لازم رو برای نجات جان این 4 عزیز انجام بدن و نگذارند که جمهوری اسلامی در خفا و بیخبری این 4 عزیز رو بالای دار بکشه. من از مردم ایران تقاضا دارم که خانواده این 4 زندانی سیاسی کرد رو تنها نگذارید و آنها را حمایت کنید. صدور حکم این 4 زندانی سیاسی کرد در بیدادگاه‌های جمهوری و در سکوت و بیخبری مطلق بود و همچنین در حالی بود که این 4 زندانی سیاسی در مدت بازداشتشان در مدت این 18 ماه از تمام حقوق بدیهی یک زندانی سیاسی محروم بودند. حق داشتن وکیل مستقل، حق تماس و ملاقات حضوری با خانواده رو از آنها محروم کردند. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این 4 زندانی سیاسی کرد جاسوس اسرائیل هستند. اما این ادعاها کاملا دور از واقعیته. چرا که همسرم و دوستانش هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل نداشتند و تنها فعال سیاسی و مخالف رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی بودند. نگار کورکور خواهر مجاهد کورکور یه پیام برای بختیاری‌های مبارز داشت. نگار گفت بختیاری هیچ وقت بختیاری نمی‌کشه و برادرش قاتل کیان پیرفلک نیست. من نگار کورکور خواهر مجاهد کورکور خواهشانه از شما تقاضا مندم که صدای دادخواهی برادر بی صدایم باشید. مجاهد الان 1 سال است که برای گناه ناکرده در انفرادی محبوس می‌باشد. جان مجاهد در خطر جدی است. بختیاری نیکشه. خامنه ای بارها و بارها از امنیت به عنوان تنها داشته جمهوری اسلامی نام برده. امنیت تنها چیزی بود که میشد باهاش طرفداران حکومت رو قانع کرد که با وجود همه مشکلات بازم پای نظام بمونن. چیزی که این روزها بدجوری داره از دست خامنه ای و جمهوری اسلامی در میره. لحظاتی قبل دو عامل انتحاری که قصد انجام عملیات انتحاری در مکانهای شلوغ رو داشتن به دلیل اشتباه فنی قبل از رسیدن به محل مورد نظر در سراوان منفجر شدن. ظاهراً عوامل انتحاری در حال آزمایش ساخت جلیقه‌های انتحاری هستند و این بار با یه اشتباه فنی جلیقه‌هایی که ساختن زودتر از وقتی که برنامه ریزی کرده بودن منفجر شد. این همون جلیقه‌هایی که با صدها ساچمه در کرمان منفجر شد. این هم اولین تصاویریه که از دو عامل انتحاری بعد از انفجار منتشر شده، ولی به خاطر خشونت بالای تصاویر ناچارم که اونها رو بلور کنم. در حالی که اوضاع امنیتی کشور اصلا خوب نیست، باز هم بخش بزرگی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مشغول برخورد با زنان آزادپوش و مردم معترض هستند. امروز مزدوران خامنه ای با ضرب و شتم مانع از حرکت شهروندان دارای معلولیت به سمت ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. یکی از این شهروندان گفتگوی جالبی با مأمور نیروی انتظامی داشت و ازش خواست تا بهش شلیک کنه. انتظامی بس بهمون توهین کرد. مورد ضرب و شتم یکی از بچهای ما رو قرار داد. الان می‌خوایم بریم از خیابون بیایم جلوی برنامه بودجه، بازم نمی‌ذارید. خب شما راحت آقا، من یکی دونم دست
خودمه. اسلحه رو در بیار بذار رو شقیقه من بزن، من از این زندگی فلاکتبار خلاص کرد. من هم همین جور، ما هممون همین رو میگیم، هممون همین داستان رو داریم. ما تو دست ها ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. از یه دال زدن هم ما رو میخواید جلو حقمون رو بگیریم؟ شما نیروی انتظامی عزیز حقوقتون چقدره؟ شما ماهی 600 هزار تومن میگیرید مثل ما؟ اگه اینجوریه بسم الله. چی با ماهی؟ نمیشه که دولت حقمون رو 6 سال نده، بعد بیاییم اینجا حقمون رو بخواهیم جلوی راهمون هم بگیرید، ما رو محاصره کنید و نذارید بریم که ما بی احترامی به کسی نکردیم که ما میگیم قانون اجرا. شاید فکر کنید که این موضوع را بعد از شنیدن این حرفا متحول شدن، ولی اینطور نیست. آقا راهو بستی. آره آقا رو چه را بگیری نمیذاره بره. صحبت هم نکن. آقا برو با تیم برو. دار 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 بابا صحبت نکن نه. نهیدیم وقت لیم. برو آقا آقای محترم. باسه بدم. باسه بدم. بدم باسه بدم. آقای محترم. جناب سر ماشو. بگه بگه بگه. حضرت عباسی از دیون خوردن میزنم. امروز ویدیوی عجیبی هم از وضعیت وخیم سلامت جسمانی علی اکبر ولایتی منتشر شده. ولایتی در حال حاضر بیشتر از 10 سمت و جایگاه حکومتی رو اشغال کرده که لیستشو براتون خواهم گفت. ولایتی در حال حاضر مشاور امور بین الملل خامنه ای، عضو حقیقی مجلس تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، عضو مجمع جهانی اهل بیت و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری. البته ولایتی چندین پست و سمت دیگه هم داره که اگر همشو بگم ویدیومون خیلی طولانی میشه. اما دو روز قبل بود که زاکانی در جواب خبرنگار صدا و سیما که ازش انتقاد کرده بود گفت فقط حق داری از من سوالای خوب در مورد مردم مظلوم تهران بپرسی. مجری جنجالی این روزهای صدا و سیما هم جوابشو به این صورت داد. بود. اما سوال من از شما به عنوان همون مردم مظلوم پایتخت نشین اینه. شما روزی که در مرداد 1400 به صحن شورای شهر رفتید برای اینکه برنامه هاتون رو ارائه بدین، سه تا رویکرد اصلی داشتین: ترافیک، آلودگی و ناوگان حمل و نقل عمومی. در این مدت چیکار کردید آقای زاکانی؟ کدوم یکی از اینها اتفاق افتاده؟ شما گفتید به عنوان شهردار تهران مسئولیت‌های خودم رو در رابطه با آلودگی هوا انجام دادم. چند وقت پیش مصاحبه کردید. چرا من مردم مظلوم پایتخت اینو احساس نمی‌کنم؟ چرا همچنان هوا آلوده است؟ چرا وقتی راجع به ناوگان حمل و نقل عمومی از شما سوال میشه قرار کی پلاک گذاری بشه، شما جواب اون خانم خبرنگار رو میدید که حالا سوال‌های بهتری و فلان و فلان؟